هی hey گایز آه رفتم توی آفتاب پشتم سو خوابم بردی ها وسط آفتاب گرفتم به همه پشتم قرمز شده بچه های امروز قراره که یک کیونه واسه یوتیوب بگیرم سوال و جواب سوال از شما جواب از سارا پنج ماه پیش گرفتم آخرین کیونه سو so, گفتم وقتشه که یک کیونه دیگه بگیرم Let's go. سوال اول اگه یه ماشین زمان داشتی به چه زمانی از توی زندگیت برمیگشتی فکر میکنم یکی از زمانهایی که خیلی 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 تایم خوبی باسن بود و قدرش رو به اندازه کافی ندونستم زمان دمیرستانم بود وقتی که توی کالج درس میخوندم مدرسه شبانه روزی بودم و اون تجربه ای این که توی خوابگاه زندگی کردن با تمام دوستات و تمام کسایی که تو تن خیلی تجربه ایه که شبیه دانشگاهه شبیه تجربه ای که دانشگاه داری ولی به خاطر اینکه یه لیمیت هایی داری توی دبیرستان و وقتی که 18 سال به پایینی واسه همین یه تجربه خیلی جالبیه انگار تن دور از خونواده هیچ مسئولیتی نداشتیم ما اون زمان و فکر میکردیم چقدر زندگیمون سخته خیلی تایم قشنگی بود. الان که برمیگردم به اون تایم و نگاه میکنم خیلی خوشحالم که اون تجربه رو داشتم. سوالم از یکی از های بدت، یکی از کارهایی که من می کنم که خیلی بده. آقا با موهام هی اینجوری بازی میکنم کنم. Bad is okay. مثلا خیلی هستن که با تازه من موهام کوتاه این نمیدونم با چی بازی می کنم دقیقاً ولی هی اینجوری می کنم و هی میبافم موهامو و احساس می کنم همینجوری موهای من داره میریزه. نمیدونم معلومه یا نه ولی چیز استرسیه. Yeah, it's bad. این کار نکنم ولی استرس چجوری متوجه شدی هدفت یا استعدادت چیه احساس میکنم زمانی که این خیلی مهمه زمانی که من تونستم پیدا کنم اون چیزی که واقعا تو زندگی میخوام وقتی بود که هیچ انتظاری از خودم نداشتم گفتم یک سال به خودم وقت دادم که همه چیز رو امتحان کنم و ببینم واقعا چی دوست دارم من میکاپ امتحان کردم من هنر رو امتحان کردم من رفتم توی کار معماری رفتم تو کار فیلم کلا خیلی کارا رو کردم تو اون زمان و مسلما با سالها و تجربه هایی هم که تو سالا پیدا کنم حتی اگه پیدا نکنی چه چیزی رو دوست داری اون چیزی که اصلا دوست نداری پیدا میکنی و این کمک میکنه که یه ذره تعداد چیزایی که میتونی انتخاب کنی و بری توش واسه کارت واسه حالا استعدادت یا حالا هر چی بهش نزدیک‌تر میشی و مسلما همه این ندارن که یه سال از درس دنبال چیزی که میخوان حتی الان با اینکه چیزی که میخوام و پیدا کردم که معماری میخونم و فیلم سازیه بازم کار مختلف انجام میدم و چیزی که دوست دارم و همیشه تجربه میکنم همیشه یه حسی داری میگی شاید اینو دوست داشته باشم حتی اگه یه درصد احتمال داری که از اون چیز خوشت بیاد امتحانش کن امتحان کردن هیچ ضرری نداره حداقل متوجه میشی دوستش داری یا دوستش نداری و به من خیلی کمک کرد راستش رو اگه اون یه گ... گپ یه سالر رو بردم داشتم و برنمیگشتم ایران فکر نمیکنم الان اینجا بودم چطوری با خودت کنار اومدی اوکی یه ذره سوال دیپ هممون یه قسمت های از خودمون رو داریم که میدونیم خوب نیست و دوستش نداریم و دوست داریم عوضش کنیم و بعضی از چیزاش واقعا یه چیزی که روش میتونیم کار کنیم بعضی چیزها رو واقعا نمیتونیم دست بزنیم جزوی از پرسنالیتی مونه قسمتی از بدنمونه شکلمونه یا رفتارمونه قبول کردن خودت انقدر بهت کمک میکنه که آروم بشی و بقیه قبولت کنن استپ اول واسه اینکه بقیه دوستت داشته باشن بقیه قبولت کنن اینی که تو خودت رو دوست داشته باشی و خودتو قبول کنی و من اینو صد درصد باور دارم مثال های کوچیک اینکه من از های بزرگ خوشم نمیاد از آدم های زیاد دورم باشن خوشم نمیاد شاید خیلی اینو ببینن و بگن اوکی دیس از نات ا باید بری سوشال باشی اجتماعی باشی ولی از نظر من اون زمانم همین حسو داشتم ولی الان اینجوریام که قسمتی از منه و من خودم و جوری که هستم دوست دارم میدونم اگه خودم رو بذارم بیش آدم های زیاد دورم خیلی شلوغ باشه همیشه استرس زیادی میگیرم و خوشحال نیستم از ته قلب فقط به خاطر اینکه من با بقیه متفاوتم دل نمیشه که به معنای این باشه که من آدم خوبی نیستم یا راهی که دارم میرم اشتباهه آدما متفاوتن و درستی و غلطیشو خودت انتخاب میکنی قبول کردن این قسمت خودم باعث شد که بفهمم واقعا اونقدر اهمیت نداره هر کسی متفاوته مهمه که تو چقدر بهش اهمیت میدی و چقدر بزرگش میکنی تو زندگی خودت اینجوری قسمت های کوچیک کوچیک زندگیم که دوستش نداشتم و الان قسمتی از خودم میدونم و باهاش کنار اومدم تو که به درس خوندن خیلی علاقه داری چرا نرفتی رشته تجربی احساس میکنم یکی از که من واقعا به درس علاقه دارم به خاطر اینکه چیزی که میخونم و خیلی دوست دارم من معماری خونم و واقعا دوستش دارم مطمئنم اگه من داشتم تجربه میخوندم مطمئن باش این همه تلاش رو انقدر کار نمیکردم رو پروژه هم واقعا دوستش دارم و من تجربی و 15 سالگی انداختم مسلما دوستش نداشتم و مسلما توش خوب نبودم احساس نمیکنم آدم واسه اینکه موفق بشه و بره تجربی و... یا واسه اینکه درست خوبه بری ریاضی no. داستان اینکه چی شد چجوری یوتیوب رو شروع کردی و بگو اوکی okay. <laughs> من یوتیوب رو یه سال پیش شروع کردم تقریبا میشه گفت یه سال پیش یه سال و چند ماه قبلش من روی اینستاگرام ویدیو میذاشتم و دلیلی که اومدم روی یوتیوب این بود که دیگه اینستاگرام اونجوری ویدیوهات رو پروموت نمیکرد که قبلا رو میکرد روی آی بود آره اصلا الان آی جی من اصلا نمیدونم کسی آی داره انیمه اون زمان دو سال پیش آی خیلی بزرگ بود همه رو آی ویدیو میذاشتن بعدش که دیگه خراب شد اصلا یهو انگار سوخت من مجبور شدم که موو کنم همه رو همه رو به یوتیوب و اولش خیلی مثلا بعد پیش رفت ولی الان احساس میکنم آروم آروم دارم جا میفتم ولی خب قبل از اون من از مثلا چهارده پونزده سالگی میخواستم که یوتیوب رو شروع کنم همیشه فیلم های اون موقع خیلی تو کار میکاپ بودم خیلی دوست داشتم میکاپ آرتیست شم آره میدونم خیلی عجیبه چون که من هیچ وقت میکاپ ندارم الان ولی اون موقع عاشق میکاپ بودم فکر کنم من همینجوری هی ویدیو میگرفتم و پاکش میکردم به هیچکی نشون نمیدادم توی دنیا اصلا نمیخواستم کسی بدون خیلی خجالت میکشیدم ولی فکر کنم سره نمیدونم چند سال بیش بود چهار سال که من یه ویدیو گذاشتم به افسردگی توی اینستاگرام گذاشتم بعد از اون یه ذره جا افتادم باز دیگه ویدیو نذاشتم یه چند وقت ولی اینکه فیدبک خوبی داشتم خیلی بهم کمک کرد بعدش شروع کردم مثلا یه چند تا ویدیو ورزشی گذاشتن گذاشتم ویدیوهای ورزشیم یه ذره وایرال شد دیگه شروع کردم حرف زدن خیلی اصلا استف خیلی بزرگیه بخوای با دور این حرف بزنی اصلا یه چیز جدا یه بحث جداست واسه خودش ولی از اونجا بود شروع کردم یعنی همیشه میخواستم ولی خب خیلی خجالت میکشیدم رشته دبیرستانت چی بود نمیدونم ما رشته راستش خاصی نداشتیم اینجوری نبود که رشته انتخاب کنیم مثل ایران ولی من فوکسم روی هنر بود مسلماً می‌خواستم برم هنر بزر بگم داشتم چی میخوندم داشتم پنج تا چیز بر برمی داشتی یکی داشتم کامپیوتر میخوندم آیتی بود یکی تاریخ مجبور شدم بردارم چون دیگه چیزی نبود که باید پنجشم پر میکردم تاریخ برداشتم هنر مسلما برداشتم بیزنس برداشتم با انگلیسی آره دیگه میشه گفت فوکسم رو هنر بود یعنی اگه مثلا ایران بودم هنر میخوندم ولی اونجا اینجوری خوندم پنج تا چیز خوندم ریاضی رو شوت کردیم تجربی هم شوت یا yeah. good times اگه برگردی عقب دوباره تورنتو رو واسه مهاجرت انتخاب میکنی and love you love you too آره من واقعا تورنتو رو دوست دارم احساس میکنم هم دایورسیتیش خوبه هم نجات پرستی که قبلا تجربه کردم و اصلا اینجا ندارم رشتم و دوست دارم دانشگاه خیلی بیشتر اینجا دوست دارم و کلا تورنتو رو دوست دارم خب مسلما هر کشوری هر شهری با مشکلات خودش میاد ولی من کانادا مخصوصا تورنتو رو خیلی دوست دارم با اینکه اون موقع خیلی ترسناک بود بخوام از انگلیس برم دوباره مهاجرت کنم یه جای دیگه خیلی ترسناک بود هیچ که نمیشناختم ولی واقعا واقعا خوشحالم که این کارو کردم بچه چند وقت دیگه میشه یه سال میشه یه سال که من تورنتوم crazy بعد یه استراحت کامل چجوری میتونی برگری به روتین خیلی سخته من نتونستم اگه الان قیافه من رو میبینین دارم تن میکنم تن شدم توی هتلم زندگی هر روز سارا این شکلی نیست زندگی هر روز سال پا سارا جلوی لپتاپ و داره درس میخونه ولی الان این استراحت منه دو هفته آفم از دانشگاه تا دوباره دانشگاه شروع شه و احساس میکنم یکی اینکه اصلا نباید پوش کنی که مثلا تا استراحت کردی سری برگردی به اون روتین قبلیت بدنت یهو شوک میشه همونجوری که بعد از اینکه درس خوندی خیلی زیاد مثلا یه تایم آف برمیداری چند روز اول دیدی آدم یه حس عجیبی داره که درس نمیخونه حداقل واسه من اینجوریه من خودم اصلا پوش نمیدم روزهای اول آروم آروم برمیگردم به روتینم تا مثلا یه هفته دو هفته بعد از اون جا میفتی ولی آره یه ذره سخته ولی مجبوری خودتو یه ذره پوش کنی میری مثلا خوبیش اینه که من ددلاین دارم باید یه کاری رو تا یه تایمی تحویل بدم یا مثلا کارم یوتیوب ددلاین دارم من شنبه و چهارشنبه ویدیو میذارم هر هفته واسه همین میدونم که باید این کار رو انجام بدم بعد از یه مدت دیگه برمیگردی رو روتینت حداقل واسه من اینجوریه یه ذره تایم میبره ولی درست میشه چه توصیه یا نصیحتی برای فردی که وارد سن 20 سالگی میشه داری من 21 سالمه یادم سر تولد 20 سالگیم خیلی پنیک کردم سر تولد ببخشید سر تولد سر تولد 20 سالگی پنیک کردم 21 سالگی خیلی اوکی بودم تا 19 سالگی تو به عنوان یه تینیجر نوجوان حساب میشی بعد از اون به عنوان یه بزرگسال حساب میشی که خیلی استرس و مسئولیت و اینجوری که خب یعنی من عقبم خب اگه الان کارم نگرفته یعنی مثلا به اندازه کافی جلو نیستم و بقیه رو نگاه میکنی توی 18 سالگی چه موفقیت هایی رسیدم و اینجوری که خب من چی خیلی توش میمونی خیلی احساس بدیه و منم هم همچین حسی داشتم ولی واقعیتش اینه که باید باحت... یه نفس بکشی و بدونی که فقط 20 سالته بیشتر عمرت مونده هیچ عجله ای نیست هر کسی با پیس خودش تو زندگی پیش میره میشه بپرسم چطوری تونستی با منتال دیسوردر منتال health دیسوردر Uh, هایی که داری کنار بیای واسه من خیلی طول کشید تا با بعضیش کنار بیام گود کوشن کسی که نمیدونم من جی دارم general anxiety disorder و bipolar نوع دو دو قطبی نوع دو واسه من کنار اومدنش راستش یه ذره سخت بود اولش قبولیش که واقعا وقتی که فهمیدم وقتی دایگنوز شدم یه احساس راحتی اصلا احساس کردم که بالاخره میفهمم که چرا همه بهم هم میگفتن چرا اینجوری چرا مثلا متفاوتی چرا اینجوری رفتار میکنی و من هیچ وقت هیچ توضیحی نداشتم من خودمم هم نمیفهمیدم زندگی تو داری یه شیوه انجام میدی و به خاطر اتفاقاتی که تو ذهنت میفته تو یه ریاکشنایی داری حالا به خاطر بایپولار به خاطر جی ای دی من یه ریاکشنایی دارم به دنیای اطرافم و بقیه اینو متوجه نمیشدن و خیلی واسهشون عجیب بود و وقتی دیاگنوز شدم یا آرامش خاصی واسه اومد که هی hey, من عجیب نیستم مشکلی با من نیست و اینکه به بقیه بگم خیلی خوشحالم کرد اینکه به دوستان بگم وقتی اومدم اوپن کردم روی یوتیوب گفتم ولی از این نظرم خیلی احساس بدی آدم پیدا میکن اینجوری که برمیگردی به اون دیده اینکه چرا من اگه مسلما اگه مثلا من با ایپولار نبودم خیلی کارهای دیگه میتونستم بکنم و خیلی اتفاقاتی که توی زندگیم افتاد به خاطر منتال هلت که حالا مثلا بعضیش تو یوتیوب گفته شده بعضیش پرسونالی واسه زندگی خودمه مثلا میتونی بگی که این دیدو داشته باشی که اگه من اینو نداشتم این مشکل رو نداشتم این منتال هافت دیسوردر رو نداشتم این اینو 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 میتونستم انجام بدم ولی الان نمیتونم ولی باید به اینم فکر کنی که خیلی از کارهایی که من تو زندگیم به دست آوردم به خاطر بایپولار بودنم به خاطر جی و هیچ وقت نمیتونی اون قسمت رو ببینی باید به این فکر کنی که تو الان همینی خودتو با قبول کن. جزوی از قبول کردن خودته چون اگه نکنی تو هیچ وقت نمیتونی بدونی من هیچ وقت نمیتونم بایپولار نباشم قسمتی از من کسی که هستم و نمیتونم نباشم راهی نیست که نباشم واسه همین چرا باید به اون فکر کنم چرا باید هی تو سر خودم بزنم بگم آه باویز می زندگی من سخته چون که من با نه you know what? I love myself سختی زیاد کشیدم به خاطرش ولی خیلی چیزام هم به دست آوردم به خاطرش و خیلی آدم قوی هستم به خاطرش امروز قسمتی از توه و تو رو ساخته و همینجوری که هستی قشنگی و قرار نیست که خود عوض کنی and it's a beautiful thing you know, هممون mental health disorder داریم خیلی ها شدن خیلی ها شدن ولی هممون توی راه زندگی با مشکلات خودمون درگیریم تالا شده که بخوای کسی باشی که خودت نیست اگه آره کی و چرا من قبل از اینکه یوتیوب شروع کنم یکی از اینسپریشن های خیلی بزرگم البته تو راه یوتیوب هم هم بود اون موقع تایتل یوتیوبش Grace with UK بود الان اسمش Grace Beverlyه و دیگه یوتیوب کار نمیکنه. ولی اون زمان Grace uh, بیزنسش خوش شروع کرد اصلا یه بیزنس بومنه اوه آی هر سو مچ اون موقع مثل من داشت درس میخون دانشگاه بود ولی همزمان با دانشگاه هم داشت یوتیوب انجام میداد هم داشت بیزنس خودش رو انجام میداد تازه بیزنسش رو شروع کرده بود و واسه من خیلی اینسپریشن بزرگیه به خاطر اینکه یه ذره ریلیت کردن زندگیم به یوتیوبرای دیگه یوتیوبرای خارجی مخصوصا که من میبینم سخته مثلا یه ویدیو تو هفته میذارم و کارشون فول تایم یوتیوبه و من فول تایم دانشجو هم خیلی سختی که بخوام بگم که او موفقیت من. من من مثلا از این یوتیوبر اینسپیریشن گرفتم نه خب وقتی که فول تایم یوتیوب کار میکنی مسلما وقت بیشتری میتونی بذاری ولی گریس ویدیو کی خیلی شبیه من بود راهش نه که خیلی شبیه بودیم اون آکسفورد درس خوند من دارم اوکت درس میخونم ولی از یه نظرهای خیلی شبیه هم پیش رفتیم واسه همین خیلی یه اینسپریشن بزرگیه اون موقع خیلی بیشتر ولی الان هم همینطور چون الان فعالیت اونقدر روی یوتیوب نداره آره I love her so much حتما برین کاراش رو ببینین خیلی دوستش دارم Anyway guys that's it for today مرسی که تا اینجا با هم بودین اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما تو کامنت ها بهم بگین روزای آخره مسافرت و استراحت دارم قشنگ استفاده میکنم قبل از اینکه دوباره برگردم به ریالیتی و درس Love you guys میبینمتون تون چهارشنبه بوس به کلتون بای